بچه ها اگر مفهوم جریان، خدا میدونه، اگر مفهوم جریان و ولتاژ رو الان که من خدمتت عرض کردم درک کردی، خیلی کارت راحت، بسیار کارت راحت بود. اول عرایزم گفتم حتی اگر میدونی و مطلبم قبول داری از سرش رد نشو و تقویتش کن، اینجا همون تقویت است. اوکی، خواهش ازت میکنم تقویتش کن، سرسری عبور نکن، کلیپو جلو نزن، چه بسا یه نکته، یه اپیزود، یه اسلاید، همین خیلی کمکت بکنه، بتونی یه مشاوره بدی، بتونی یه بار یا از رو زمین بلند بکنی. خوب دقت کن بزرگوار، مفهوم جریان الکتریکی. آقا جان، به حرکت الکترون های آزاد داخل سیم های هادی میگیم جریان الکتریکی. اوکی، خود جریان الکتریکی رو عزیزان با آی نشونش میدیم، واحدش آمپره. یه نکته بگم اینجا، اصلا تعریف جریان الکتریکی اینه که بهت میگم اگه از یک سیمی به مدت یک ثانیه، چند ثانیه؟ یک ثانیه، به تعداد 6.28 ضرب در 10^18 الکترون، این عدد کلیدی ها، اینو بهش میگن کولن، این عدد برابر با کولنه. اوکی؟ 6.28 ضرب در 10^18 تا دونه الکترون عبور بکنه، میگیم جریان عبوری از اون سیم یک آمپره. اوکی؟ پس اگه نها کن اینجا من پاک بکنم، اگه اینجا با این پرس هم فعلا خداحافظی میکنیم، مجدداً تو اپیزودهای بعد بررسیش میکنیم. خوب گوش کن، اگه از یه الکترون، از یه سیمی 6.28 ضرب در 10^18 تا الکترون در مدت یک ثانیه عبور بکنه، جریان الکتریکی برابر با یک آمپره. لذا جریان الکتریکی مساویست با بار الکتریکی تقسیم بر زمان، زمان بر حسب ثانیه، بار الکتریکی هم که کولنه دیگه، الکترون، تعداد الکترونه. اوکی؟ اگر 6.28 ضرب در 10^18 تا دونه الکترون تو مدت یه ثانیه از یه سیمی عبور بکنه، یک آمپر جریان الکتریکی از اون سیم عبور کرده و این مهمه. یه جمله رو من بگم بچه‌ها، چون دارم مینویسم و تدریس میکنم، ما یه چیزی داریم تحت عنوان مایند مپ. چی میگه مایند مپ یا نقشه ذهنی چیه؟ این ربطی به درسمون نداره، این نکته رو من بگم، ما یه چیزی داریم تحت عنوان نقشه ذهنی یا ساختار درختی. آقای تونی بوزان میگه خیلی قشنگه این نقشه ذهنی، میگه اگه خواستی یه مطلبی رو به ذهنت بسپری، بیا شاخه درختی اون مطلب رو رسم کن. مثلا من میخوام بگم برق صنعتی، دوره برقکاره، خوب گوش کن، دوره برقکار صنعتی ماهر، درسته؟ من میخوام این دوره رو تدریس کنم دیگه، این تو زندگی خیلی به دردت میخوره، داداشم این دیگه، خواهرم این دیگه، ها، دوست دارم کمکت کنم، help me help you، ها؟ پس خوب گوش کن، این خیلی کمکت میکنه، خیلی باعث میشه کارات بیفته رو غلطک، خیلی باعث میشه برنامه ریزیات اجرا بشه. خیلی از ما برنامه ریزی میکنیم ولی برنامه نولش کنیم، اجرا نمیشه. دیروز مثل پیروز، پیروز مثل پس پیروز، همینطور، بعدش 6 سال، 5 سال، 7 سال میبینیم نتیجه لازم رو خلق نکردیم. چرا؟ درست برنامه ریزی نکردیم. یه چیزی داریم تحت عنوان ساختار درختی یا شاخه درختی. من الان میخوام دوره برق صنعتی به شما تدریس بکنم، درسته؟ بله. میگم دوره برقکار صنعتی چند تا فصل داره؟ مثلا میگم مفاهیم اولیه، مثلا میگم حفاظت ها، مثلا میگم الکتروموتور، درست شد؟ الکتروموتور. میام فصلاش و شاخه های درختیشو میکشم. حالا هر کدوم از این فصل ها یه سری زیر فصل دارن. مثلا میگم مفاهیم اولیه راجع به ماده، راجع به عنصر، راجع به اتم، ها؟ بعد میگم اتم راجع به الکترون، راجع به پروتون، راجع به چیزهای مختلف من صحبت میکنم. ببین، من اومدم برای ذهنم یه شاخه درختی کشیدم، یه مایند مپ کشیدم، یه نقشه ذهنی ترسیم کردم. این نقشه ذهنی همونطور که دارم برای شما تدریس میکنم، عملا حواسم به همه جای دوره هست که یک چیزی از قلم نیفته، تو دوره رو بستش بده به برنامه‌ت. با استفاده از نقشه ذهنی، با استفاده از مایند مپ، با استفاده از این شاخه درختی باعث میشه تو به تمام برنامه ریزیت فکر بکنی. اوکی؟ چیزی از قلم نیفته، در این حال ذهن تو جمع‌بندی میکنه. اوکی؟ بنابراین من از مایند مپ استفاده کردم. خیلی این تو تکنیک باحاله، خیلی کار آمده، باید ساعت‌ها باعثش خدا میدونه مطالعه بکنی، ولی گذاشتم در اختیارت، استفاده بکن. این مایند مپ باعث میشه ذهنت جمع‌بندی بشه، به همه جا فکر بکنی، در این حال بتونی فوکوس هم بکنی. اما یه سری ایراداتی هم داره، ممکنه غلط املایی داشته باشی، ممکنه یه جا مثلا به جای عنصر بگی اتم، همینطور که دارم صحبت میکنم یه کلمه رو جا به جا بگم،
چرا؟ چون دارم به جاهای مختلف فکر میکنم همزمان. اما خوبیش اینه که ذهنم چروک نمیشه. ذهنم راجع به همه مطالب میتونه در آن واحد یه تصویر، یه عکس بگیره از اون مطالب و اون عکس هیچ وقت فراموش نشه. ببین اگه من الان عقب وایسم یه عکس از تصویر میگیرم، میگم دوره بخار صنعتی الکترومتور داره، حفاظت ها، مفاهیم اولیه، مفاهیم اولیه قسمت اتمش، نمیدونم الکترون داره، پروتون داره، میدونی؟ یه ساختار درختی من از این دوره رسم کردم که مطالب تو ذهنمه. اما به بزرگواری خودت اگر یه کلمه ای رو جابجا گفتم، به جای اتم گفتم عنصر، گفتم ماده، یه کلمه جابجا شد، یا اگر غلط املایی بود به دلیل این ساختار درختی که ذهنم همه جا هست اما در این حال دارم فوکوس میکنم رو اون مطلبه، اوکی؟ اون غلط لفظی، اون غلط املایی رو به بزرگواری خود ببخش، در این حال از ساختار درختی برای کارت بهره ببر، خیلی میتونه بهت کمک بکنه. Let's get started. زبدید استارت بکنیم. خوب گوش کن، من پاچ بکنم، پس اینو در نظر داشته باش. خیلی خب، بیام سراغ الکترون. گفتیم اگر 6 و 28 ضرب در 10 به توان 18 تا الکترون به مدت یک ثانیه عرض کنم که عبور بکنه از سیم، عملا یک آمپر جریان الکتریکی از اون سیم عبور کرده. اوکی؟